کنفرانس در پارلمان سوئد. فراخوان برای آزادی 7 گروگان و تضمین حفاظت لیبرتی. همبستگی با اعتصاب غذا کنندگان. Jag hälsar er först hjärtligt välkomna till det här seminariet som kommer att handla om situationen i Camp Liberty och Camp Ashraf. به دعوت کمیته دوستان ایران آزاد در استکهلم، کنفرانسی در پارلمان سوئد با حضور شماری از نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف، وکلای بین المللی و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر برگزار شد. نمایندگان شرکت کننده و سخنرانان از جمله عبارت بودند از لارش آرنه آستاکس انگ، نماینده پارلمان سوئد از حزب مدرات، لارش گوستافسون، نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات مسیحی، استفان دانیلسون، از اعضای برجسته کمیسیون دفاع، کنت اولسون، نماینده پیشین پارلمان سوئد و از اعضای کمیته دوستان ایران آزاد، کنت لوئیس، از وکلای ساکنان اشرف، یوستاف گرونروس، فیلسوف و استاد دانشگاه استکهلم و معاون کمیته دوستان ایران آزاد در سوئد، و همچنین پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک، و آقای نصرالله اسماعیل زاده از اعضای شورای ملی مقاومت. سخنرانان ضمن اعتراض به بیعملی جامعه بین المللی در قبال فراخوان جهانی برای آزادی گروگانها و حفاظت از لیبرتی، با اعتصاب غذا کنندگان در لیبرتی و سایر نقاط جهان اعلام همبستگی کردند و خواستار اقدام عاجل دولت سوئد در ارتباط با دولت آمریکا و سازمان ملل برای پاسخگویی به تعهداتشان در قبال حفاظت از مجاهدان مستقر در لیبرتی و وادار کردن مالکی به آزادی بلادرنگ 7 گروگان اشرفی شدند. لارش آرنه آستاکس انگ، نماینده پارلمان سوئد، طی سخنانی در شروع این جلسه گفت: آنچه که در لیبرتی می‌گذرد نه فقط یک بحران انسانی بلکه یک واقعه سیاسی است و جهان در مقابل آنچه که در لیبرتی به وقوع می‌پیوندد مسئولیت دارد. تعهد حفاظت از ساکنان لیبرتی از مهمترین مسئولیت‌های ایالات متحده آمریکا است که به تک تک اشرفی‌ها قول حفاظت داده است. لارش گوستافسون، نماینده پارلمان سوئد، سخنران دیگر این جلسه بود که طی سخنانی با تأکید بر لزوم کار روشنگری به ویژه در مطبوعات، وظایف اتحادیه اروپا و سازمان ملل را یادآور شد و گفت: سازمان ملل نسبت به حفاظت بین‌المللی از این افراد متحد است و پس از انتقال ساکنان از اشرف به لیبرتی به طور مضاعف قول حفاظت داده و بنابراین باید از آنها حفاظت کند و این وظیفه سازمان ملل است. کنت اولسون، نماینده پیشین پارلمان سوئد، طی سخنانی گفت: وقتی با مقاومت ایران آشنا شدم و با خانم رجوی دیدار کردم، فهمیدم که چه مقاومت بزرگ و غیر قابل تصوری در برابر رژیم ملاها صف کشیده است. من هرگز در تمام زندگیم این چنین تحت تأثیر چیزی یا کسی قرار نگرفتم. ابعاد حمایت شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان و سناتورها و سیاستمداران کشورهای مختلف از این مقاومت به خوبی نشان می‌دهد که چه مقاومت عظیمی علیه رژیم آخوندها در ایران وجود دارد. من یقین دارم که روز پیروزی نزدیک است. من به همراه دیگر دوستان سخت کار می‌کنیم تا مسائل مربوط به لیبرتی را پیگیری کنیم. ما این کار را ادامه خواهیم داد و با ساکنان لیبرتی در هر شرایطی هستیم. Och ett av era stora möten, det som är i midsommar i Sverige. Om man inte förut... کنت لوئیس، وکیل اشرفی ها، طی سخنانی ضمن یادآوری وظایف دولت سوئد در قبال فشارهایی که رژیم ایران و مزدورانش در عراق بر مجاهدین در کمپ لیبرتی می آورند گفت: من می خواهم تأکید کنم که ما نمی توانیم ساکت باشیم.
آقای کاربیلد وزیر خارجه سوئد نمیتواند سکوت کند، زیرا این کار مجرمانه است. تا کنون ثابت شده که این افراد جانشان در خطر است و بر اساس قانون پناهندگی که شامل حال آنها می شود، همگی بایستی محافظت شوند. کشتن آنها جنایت علیه بشریت است و به دلایلی که گفته شد، سکوت هم جنایت است. Don't let your enormous pengar to blockera at the community need at the on liberty, on NCRE, on focus budget. Det är ingen slump. Men vi spelar med därför att vi säljer fortfarande våra lastbilar och så vidare trots sanktioner till Iran. Gustav Grönros, استاد فلسفه و معاون کمیته دوستان ایران آزاد، سخنران دیگر این جلسه بود. وی در سخنان خود با تأکید بر موقعیت حقوقی ساکنان لیبرتی، وظایف دولت سوئد در حفاظت ساکنان لیبرتی را یادآور شد و خواستار اعمال فشار به دولت عراق و آمریکا برای آزادی هفت گروگان روبوده شده از اشرف گردید. لösningen på problemet åtminstone på mellan och lång sikt. Det finns ingenting som tyder på att invånarna i Camp Liberty någonsin kommer att få någon acceptabel säkerhet i det nuvarande Irak. آقای پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک دیگر سخنران این جلسه گفت: روز اول سپتامبر نیروهای ویژه مالکی نخست وزیر عراق با همراهی و دستور رژیم ایران جنایت دیگری برای پنجمین بار علیه ساکنان بی‌دفاع اشرف مرتکب شدند. 52 نفر کشته و 7 تن را به گروگان گرفتند. این حمله مصداق واقعی جنایت علیه بشریت است. ما در مقابل این جنایت مخوف از دولت سوئد قاطعانه می خواهیم که هرچه سریعتر اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد. فشار به سیستم جامعه جهانی برای تحقیق بی‌طرفانه درباره این جنایت، آزادی فوری هفت گروگان که در دست دولت عراق هستند و اقدامات عاجل برای حفاظت از ساکنان لیبرتی و به کار بردن مکانیزم‌های حفاظتی از جانب سازمان ملل در لیبرتی.